تحولات آینده ایران وابسته به دوئلیه که بین خامنه ای و اسرائیل در جریانه. خامنه ای برای رسیدن به سلاح هسته‌ای مشغول آخرین تلاش هاست و اسرائیل برای ممانعت از رسیدن نظام اسلامی به سلاح اتمی هر کاری میکنه. نتیجه این نبرد در استمرار یا سقوط نظام تأثیر سرنوشت ساز داره. در همین رابطه مقام های آمریکایی میگن اسرائیل طی ماهای اخیر تعداد انبوهی عملیات مخفی در داخل ایران انجام داده. در این مورد صحبت های مهدی مهدوی آزاد رو بشنوید. ببین اول بگم که اواسط خرداد ماه 18 خرداد ماه امسال آقای نفتالی بنت یه مسابقه کرده بود با اکونومیست، اونجا برای اولین بار دکترین اختاپوس رو به صورت رسمی مطرح کرده بود و گفته بود که سیاست اسرائیل قبلا این بوده که در حوزه هسته‌ای در داخل ایران عملیات انجام میداده، اما در حوزه سپاه قدس، فعالیت تروریستی ایران، فعالیتش در سوریه، حمایت از حزب الله لبنان در ایران کاری نمی‌کرده. منتها ما سیاستمون رو عوض کردیم، آقای نفتالی بنت میگه و میگه ما تو این مسائل دیگه کاری نداریم با گروه های نیابتی، بلکه سر اختاپوس رو در تهران هدف قرار میدیم. این گزارش که الان سی ان ان منتشر کرده دو تا نکته بسیار کلیدی داره. نکته اول این هستش که این دکترین اختاپوس همچنان که ما شنیده بودیم اما به صورت رسمی با تمام توان اسرائیل ظاهرا از ماها پیش داره اجرا میشده و حجم ترورها یا عملیات ها یا بمبگذاری ها یا خرابکاری ها حتی بیش از اون هست ما شنیدیم در رسانه ها منتشر شده. این یک. و دوم نشون میده که اسرائیل با اینکه منطقا همپیمان آمریکاست اما طبق گزارش سی ان ان به ایالات متحده آمریکا اطلاع نداده. اینکه اطلاع نداده یعنی لزوما منافع ایالات متحده آمریکا یا راهکارهاش هم در نظر نگرفته. برای معنیش منطقا این هستش که اسرائیل تصمیمش رو گرفته همون سیاستی که قبلا اعلام میشد. اسرائیل به معنای واقعی خطر میکنه. اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی جای عقب نشینی نکنه، احتمال بروز درگیری نظامی ممکن است بسیار جدی باشه. در غیر این صورت خب ایران منطقا همین مسیر ادامه خواهد داد، یعنی در داخل هی ضربه خواهد دید و در بیرون هی مجبور خواهد شد تبلیغات بکنه و پروپاگاندا بکنه. صفار هرندی در مراسم رونمایی از کتاب نیم قرن تا ناکامی میگه که جای خوشحالیه که کار یارگیری اسرائیل در کشور ما به اراذل و اوباش رسیده، چون که در جلوگیری از انتقال سلاح به مقاومت ناکام ماندن به این کار دست میزنن و از کسانی که روزی دعوا و چاقو کشی کردن با پول قابل توجه استفاده میکنن. و این در حالیه که در ابتدا جمهوری اسلامی متوسل به چاقوکش ها شد. خب اسرائیل هم از شما یاد گرفته. یادمون که نرفته سردار همدانی اعتراف کرد 5000 اراذل و اوباش رو برای سرکوب مردم در سال 88 سازماندهی کردن. ببین البته مقامات آمریکایی شاید عبارت گمراه کننده ای باشه سی ان ان داره استفاده میکنه، چون در آمریکا احزاب مختلف وجود دارن، گرایش های مختلف و حرف های مختلف دارن. بخشی از نیروهای جمهوری خواه، نیروهای رادیکال، نگاه تندرو در آمریکا که اصلا نه، اونا معتقدن اسرائیل باید وارد عملیات نظامی بشه و میگن آمریکا هم باید عملیات نظامی بشه. حتی آدمای خیلی تندروشون میگن اصلا آمریکا باید بلند شه نمیدونم پسات اتمی ایران رو بزنه. این حرف که ادامه این روند ممکنه به صورت از کنترل خارج بشه بیشتر حرف نیروهای لیبراله در جبهه دموکرات ها هست. منتها یه چیزی هست، ببینید آقای خامنه ای حدود 4-5 سال پیش گفته بود دوران بزن در رو گذشته. دستگاه پروپاگاندای ایران به شدت هنوز هم پروپاگاندا میکنه که ما انتقام سخت خواهیم گرفت. منتها در بیش از یک سال اخیر ده ها عملیات در ایران انجام شده و ایران واقعیت است که جز پروپاگاندا کار دیگه ای نتونسته بکنه. اگر بخوام کارهای عملی ایران رو به شما مثال بزنیم، احتمالا چند روزنامه نگار گرفته، چند آدم بیگناه گرفته دستگاه اطلاعاتی ایران، اینقدر شکنجهش کردن که اعتراف بکنن مثلا عامل موساد هستن. و همین سایر عملیات هایی هم که قرار بوده انجام بشه، مثل همین عملیات در ترکیه، میخواسته ایران چند نفر در ترکیه ترور بکنه قبل از اجراش، واقعیت نستش که خونسا شده توسط موساد. برای میخوام بگم شاید معادله ایران در حال تغییر یافتن هست و ما کمتر حواسمون هست. شاید بتونیم بگیم این حرف که اگر اینجوری روند ادامه پیدا بکنه ممکن هست قابل کنترل باشه قدیمی باشه، به این معنا که شاید بخشی در اسرائیل یا حتی عرب یا حتی در ایالات متحده آمریکا اصلا تنها راه رو این ببینن که با برخورد نظامی میشه ایران رو مهار. در همین رابطه سپاه پاسداران در اقدامی که قرار بود نمایش اقتدار باشه وحشت زده عقب نشینی کرد و فلنگ و بست. قایق‌های موتوری سپاه به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شدند که با یک هشدار توسط نیروهای آمریکایی سریعاً از محل گریختند. برای شهریور ما فیفادهش خیلی مهمه که برای تیم ببین اصلا نه شهریور ما، مگه حتما باید تو فیفاده بازی کنیم؟ روزهای دیگه بازی کنیم.
نه روزای دی... خب تو فیفا بالاخره بالاخره جور میشه. تو شبای قبل از جام جهانی میشه جور شه. شبای جام جهانی به خود آخه یعنی چی اصلا باور بازی اصلا ببین باید یه جوری ایرانی فکر کنی، باید بیعتی باید فکر کنی، درسته. باید بسیجی فکر کنی، باید همون ببین من میگم الان تو چش تصنیم نوشته که رئیس مجلس گفته امروز جنگ ما جنگ اقتصادیه و اکنون شما رزمنده ما در این نبرد هستید و مطمئن باشید که ما از شما و هر کس که در نبرد اقتصادی رزمنده ملت ایرانه پشتیبانی و پادویی میکنیم و نیز انتظار داریم شما هم در این نبرد شمشیر بزنید و دشمنان رو نابود کنید. قالیباف میگه انتظار داریم تولید کنندگان در جنگ اقتصادی شمشیر بزنن. یکی نیست بهش بگه که تولید کننده رزمنده نیست، مرده که بیعقل، یک بنگاه اقتصادیه. اگر توازن سود و زیانش به هم بخوره نه که نخواد، نمیتونه ادامه بده. ورشکست که شد نمیتونه مثل ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های رانتی عدد سازی کنه و وام کلام بگیره و پس نده تا سر پا بمونه. من زیارتش نکنم، خدا هر شب جمعه با جمیع انبیا جمیع اوصیا زائر جدم حسینم. حالا آقا زیارت الله معناش چیه من نمیدونم. مهدی طائب کارگردان رژیم و رئیس قرارگاه عمار میگه که ارز ترجیحی مواد مخدری بود که دولت قبل به ما تزریق کرد، اما ابراهیم رئیسی در صدد اصلاح اونه. او افزود آنچه در کف بازار میبینید اثر ترک اعتیاده که اگر جامعه 8 ماه این درد رو تحمل کنه نتیجه و ثمرات اون رو خواهد دید. در همین رابطه آخوند مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم اسلامی میگه که گاهی اوقات فقط نقاط ضعف رو میبینیم و بنابر سیاه نمایی میذاریم. الان وضع ایران ما نسبت به کل دنیا بهتره. او افزود همه دنیا مشکل دارند و ناراحتند و بحث اقتصادی همه جا هست. نکته جالب و مهم این که وی دارای گرین کارت آمریکاست. 4800 شهيد تسلم ذويهم دعما ماديا عبر مؤسستي الانصار وشهيد فلسطين بمبالغ ماليه متفاوته. برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از کنار گذاشتن احمد جنتی از شورای نگهبان گزارش دادند. با سقوط جنتی خامنه‌ای عمامه سلطنت رو بر سر فرزندش مجتبی می‌ذاره. درود بر شما یاران گرامی، سپاس از پیوستن و حضورتون و تشکر از حمایت‌ها و ابراز لطفاتون که باعث دلگرمی مونه. اگر با هدف کانال که مبارزه با خرافات و جمهوری ننگین اسلامی همدلید، لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید و با لایک ویدیوها و ارسال اونها به گروه‌های خصوصی‌تر در هرچه بیشتر دیده شدن و شنیدن این موضوعات هرچند اندک به ما کمک کنید. مرسی که هستید. روز و روزگارتون خوش.